مهمان من اگر حوزه علمیه و دروس دینی را ترک نکرده بود، شاید امروز مقام بالایی در سلسله مراتب روحانیت شیعه ایران داشت. ولی او چند سالی است که به عنوان یک پژوهشگر و مترجم بیش از همه در خصوص روحانیت ایران تحقیق کرده و کتاب نوشته. مهدی خلجی خود در یک خانواده روحانی بزرگ شده، برای مدتی در جرگه آنها بوده و شناختی دست اول از روحانیت ایران دارد. با این حال انقلاب ایران نقش و جایگاه روحانیت ایران را چنان متحول کرده که تعریفی از روحانیت امروز ایران را حتی برای او هم دشوار کرده. چرا از جرگه روحانیت کنار کشیده و به نظر او روحانیت دگرگون شده ای ایران چه آینده ای دارد؟ آقای مهدی خلجی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. شما آقای خلجی در حوزه علمیه تا درس خارج پیش رفتید و اگر مونده بودید در جرگه روحانیت احتمالاً الان آیت الله بودید. چرا روحانیت رو ترک کردید؟ من به انتخاب و اختیار خودم به حوزه وارد نشدم. من 11 سالم بود که پدرم تصمیم گرفت من به حوزه برم و دروس طلبگی بخونم. و البته باید در نظر داشت که در اون دوره یک تصویر بسیار اغواگری از روحانیت، مخصوصا روحانیت انقلابی وجود داشت. همون چیزی که کسانی مثل آیت الله خمینی یا دکتر بهشتی یا آقای مطهری، دکتر باهنر و این شخصیت ها رو حتی برای لایه های غیر مذهبی ایران هم خیلی جذاب کرده بود. من متولد سال 52 هستم، یعنی انقلاب که شد من 5 سالم بود، ولی بعد از انقلاب یک نسلی وارد حوزه میشه که مفتون این تصویر هست. یعنی فکر میکنن که شما برین در حوزه درس بخونین میشین آقای بهشتی، میشین آقای مطهری. خب هم من از نظر سنی با اونها فرق دارم، فاصله دارم، به خاطر اینکه خیلی از اونها در جریان انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها آمدن، بنابراین خیلی هاش موندن که حتی تحصیلات دانشگاهی داشتن. ولی در دهه اول انقلاب به همون نسلی تعلق دارم که اون فریفتگی رو از دست داد و احساس غبن و خسران میکرد. یعنی که متوجه شد که از قضا آقای بهشتی شد، چون حوزه رو ول کرد، از حوزه بیرون رفت. یا امام موسی صدر، درست به دلیل اینکه از قم بیرون رفت امام موسی صدر شد. یا آقای مطهری تحمل قم رو نداشت و قم هم تحملش رو نداشت. و اتفاقا اون موقع فهمیدیم بسیار از این آدم ها در قم تکفیر شده بودن. یعنی آقای مطهری تکفیر شده بود به خاطر عقایدش، آقای بهشتی بهش میگفتن کمونیست مثلا. و یک به اصطلاح بحران فکری برای ما به وجود اومد، برای اون نسل. و شخص خود من هم خب یکی از مهمترین مسائلی که ذهن من رو درگیر کرد و کم کم مشروعیت فکری نظام روحانیت، اون به اصطلاح منظومه فکری که روحانیت میراثدارش هست، مشروعیتش از بین رفت برای من، مسئله عدالت بود. ما در علم اصول میگیم که هر چیزی رو که شرع حکم کنه عقل هم همون حکم رو میکنه. و از جمله مهمترین مسئله عدالت دیگه. منتها در فقه شما هیچ جا نمیبینید که بحث از عدالت شده باشه، اون هم به حکم عقل. یعنی ما در حقیقت یک اشعری مسلکی داریم در فقه که هر چه که آن خسرو کند شیرین بود. و در نتیجه هر چه که بیشتر پیش رفتم، مسئله امامت خیلی برای من مهم شد. این نزاعهایی که بر سر امامت بود بر من غیر قابل فهم بود که این نزاعهای سیاسی چگونه تبدیل میشن به نزاعهای الهیاتی. حالا از کی؟ یعنی شما مدت طولانی به هر حال این درس دینی رو خوندید و همونطور که گفتم تو درس خارج هم پیش رفتید. یعنی کی متوجه شدید که دیگه اونجا جای شما نیست؟
من تقریبا میشه گفت که ببینید من حدودا 17 یا 18 سالم بود که رفتم درس خارج خوندم، یعنی درس آقای منتظری میرفتم و درس آقای وحید هم اصولش 3 سال رفتم. بله وحید خراسانی. همون سنین بود، یعنی 17 18 سالگی بود که من متوجه شدم که اصلا این درس ها هیچ ربطی به جامعه نداره. یعنی اصلا شما الان یه بحرانی است که الان طلبه های الانی هم دارن، منتها دیگه طلبه های الانی با یه انگیزه دیگه رفتن حوزه، با انگیزه هایی که ما میرفتیم نمیرفتن. الان میرن در حقیقت یک کارمند بشن ده. یعنی الان یک مرکزی است برای تربیت کادر حکومتی. ولی فرض کنید که من میخوام قاضی بشم، برم، ما میگیم که مثلا نهاد حقوقی در ایران یا نظام حقوقی در ایران بر اساس شریعته. خب شریعت شما میرید درس خارج دیگه، بالاترین سطح تحصیلات فقهیه، شما نمیتونید قاضی بشین، شما رو قاضی پرورش نمیده، اون چیزی که میخونین هیچ ربطی به جامعه نداره. بخش از یعنی بخش عبادات رو که بگذارین کنار، حالا عبادات هم ما به اصطلاح بخش زیادیش اینجوری هست، ولی عبادات رو بذارین کنار، مسائل اجتماعی از ازدواج و طلاق و نمیدونم مجازات و مسائل اقتصادی هیچ ربطی به واقعیت جامعه نداره. یعنی شما یک کتاب بسیار مشکلی هست مال شیخ انصاری که طلبه ها حداقل بخشی از اون رو میخونن به نام مکاسب. مکاسب یعنی مسائل مربوط به بازرگانی. شما این مکاسب رو که میخونید انگار که شما در قرن پنجمین، هنوز با درهم و دینار دارین معامله میکنین و نه بانکی وجود داره، نه پول به مفهوم مدرن وجود داره و تمام اینا رو هواست. تمام اینها رو هواست. و بعد من متوجه شدم که این روحانیت از نظر فکری واقعا هنوز در غار کهف خوابیده. یعنی درسته که الان خیلی چیزا میخواد، قدرت میخواد، ثروت میخواد، با آیپد میرن در تو درس خارج میشینن، تایپ میکنن فلان، یعنی خیلی در واقع با آیپد همون مقولات قرن پنجم رو میخونن. دقیقاً از نظر فکری همچنان به بیداری نرسیدن. من فکر میکنم که این مشکلی است که روحانیت پیدا کرد از زمان مشروطه. ببینید یه نفر وقتی خوابه شما با یک ضربه آروم میتونید بیدارش کنید، ولی اگه یه نفر خوابه شما یک سطل آب سرد بریزین روش گیج میشه، منگ میشه، بیدار نمیشه. میدونین تجدد یک شوک بسیار شدید بود برای روحانیت. روحانیت رو بیدار نکرد، منگ کرده روحانیت. روحانیت همچنان در اون گیجی به سر میبره. شما اگر رساله نائینی رو بخونید که در مثلا اون رساله در دفاع از تجدد، در دفاع از مشروط است، تنبیه الامه، اولش میگه که دلیل این که غربی ها پیشرفت کردن، اروپایی ها پیشرفت کردن و ما عقب موندیم اینه که در جریان جنگ های صلیبی اینا اومدن این فقه ما رو دزدیدن، بردن به این فقه ما عمل کردن، ولی ما خودمون به این فقه ما عمل نکردیم. یعنی هنوز متوجه نبودن که ایراد کار کجاست. که خود این فقه اساس اون استبداد بود و خود این فقه اساس انحطاط فکری ماست. همچنان هم که ما الان بعد از 100 سال از زمان نائینی داریم زندگی میکنیم، همون فقه، همون اصول. شما البته بعد از اینکه حوزه ترک کردین و تحصیل دانشگاهی در رشته فلسفه داشتید، بعد روزنامه نگار شدید، بعد حتی برنامه ساز رادیو شدید، برای خود بی بی سی هم برنامه رادیو درست کردید، ولی نهایتا به امریکا رفتید. حالا انتقادی که از شما میشه اینه که شما هم تا کلان گفتید از یک حوزه انقلابی بعد از انقلاب در ایران برداشتین، بعد از طی این مسیر رفتین و در یک مؤسسه ای کار کردید که نوازه نو محافظه‌کاری دست راستی امریکایی. این انتقادی به شما وارده، چرا به اونجا رفتید؟ اولا که هیچ کس قرار نیست در جایی که به دنیا اومده به اصطلاح زندانی سرنوشتش باشه. پدر من علیه شاه انقلاب کرد، ولی من علیه خودم. ویتگنشتاین یک جمله داره، میگه که انقلابی واقعی کسی است که علیه خودش انقلاب کنه. من علیه وضعیتی که داشتم، علیه موقعیتی که بود و در حقیقت به من به ارث رسیده بود، من در اون وضعیت به دنیا آمده بودم.
ولی خب یک روند خیلی طولانی رو من طی کردم، چون معمولا همه فکر میکنن که من حوزه بودم، یعنی از حوزه دیروز قم بودم امروز در واشنگتنم. خب من تقریبا میشه گفت که از 18-19 سالگی متوجه شدم که دیگه من از اینجا میخوام برم و اینجا نمیمونم، و در حقیقت دیگه چند سالی که بعدش من درس میخوندم فقط برای این بود که درس بخونم، یعنی اون درس رو میخواستم به یک جایی برسونم و تکمیل کنم، دیگه نه اعتقادی داشتم به این نظام الهیاتی اسلامی و شیعی، نه اعتقاد به فقه داشتم. بنابراین تقریبا میشه گفت که من از 20 سالگی به این طرف کاملا فاصله فکری گرفته بودم. خب البته یکی از کسانی که خیلی مؤثر بود در اون دوره هم آقای دکتر سروش بود و خب عقایدش در همون دوران و در قم هم میومد و هفتگی جلسه داشت و من اون جلسات هم شرکت میکردم، برای دلایل مختلفی داشت. اما که الان در آمریکا هستم، خب راجب مؤسسه که من درش کار میکنم خیلی پیشداوری بسیار زیاد هست، اما به شما بگم که من هیچ موقع نفهمیدم که نو محافظه کار و دست راستی چجور میتونه به این مؤسسه بچسبه، به خاطر اینکه مؤسسه ما برخلاف خیلی از مؤسسات دیگه فقط روی خاورمیانه کار میکنه. بنابراین مثلا کسی نیست راجع به سخت جنین کار کنه یا مثلا مسئله اجتماعی کار کنه که شما بگین که اینا نو محافظه کارن یا اینا دست راستی هستن یا نظرات اقتصادی خاصی داشته باشه. این اولا. ثانیاً اینکه اکثریت آدم‌هایی که در مؤسسه ما هستن دموکرات هستن، از جمله خود من. نفر دوم مؤسسه ما دنیس راس هست. دنیس راس یک کسی است که هم در دولت آقای کلینتون و هم در دولت آقای اوباما مقام بسیار بالایی داشته، مشاور ارشد آقای اوباما در مسائل خاورمیانه برای 5 سال بوده، 5 سال اول دولت آقای اوباما. بسیار خوب، ولی قبول دارید که اصولا این انستیتوی واشنگتن یا واشنگتن انستیتوی که شما کار میکنید به اسم یک سازمان وابسته به نامحافظه کاری معروف شده؟ بله بله، اینطور میشناسیم. بله، یک دعواییست شما، یعنی تو دعواهای سیاسی است که برچسب میچسبونن به هم دیگه، منتها چون این چیزی واقعیت نداره. یک نکته دومی که من در مؤسسه واشنگتن که یک مؤسسه غیر انتفاعی هست و غیر حزبی هست، این آزادی مطلق رو داشتم که از نظر انتخاب سوژه، از نظر انتخاب مقاله‌ای که میخوام بنویسم، کنفرانسی که میخوام برم صحبت بکنم، از هر نظر آزادی مطلق برای کار کردن داشتم. یعنی شرایطی برای من فراهم بوده که هیچ کس به من نگفته که حتی موضوع پیشنهاد کنن که بیا الان راجع به این موضوع بنویس، یعنی من به این سمت حتی هدایت بکنم. آزادی عملی کامل داشتین و این برای من خیلی مختنم بود. بسیار خب، حالا همونطور که در مقدمه گفتم آقای خلجی، شما در سال اخیر کل بیشتر پژوهشتون روی مسائل روحانیت بوده و از جمله کتاب نظم نوین روحانیت در ایران که چند سال پیش منتشر کردید. حالا شما در پیشگفتار اون کتاب تعریف‌های رایج از روحانیت رو یکی یکی میشمارید و هر ردش میکنید، اینم میگین این تعریف بوده، اینم که الان صادق نیست، تعریف دیگه صادق نیست. بالاخره تعریف نهایی شما از روحانیت امروز ایران چیه آقای خلجی؟ ببینید، شما زمان قاجاری اگر میگفتید طبقه علما، هم میدونستن شما منظورتون چه تیپ آدمایی هستن و میدونستیم اینا چه تحصیلاتی دارن، چی خوندن، چی میدونن، چه کارکرد اجتماعی دارن. اما الان اگر میگید روحانی، ما اصلا نمیدونیم این چی درسی خونده. یعنی مثلا آقای رئیس جمهور، آقای حسن روحانی، طبق خاطرات خودش مثلا 7-8 سال در حوزه علمی درس خوند. به عبارت دیگه این در دانشگاه بیشتر درس خونده تا در حوزه. ها، و زمانی رو که به اصطلاح خارج از حوزه در شغل کاملا غیر حوزوی، یعنی یک آدم غیر حوزوی هم میتونست همین مشاغلی رو که ایشون داشته باشه، زمانی که سفری کرده خیلی بیشتر. خب این رو شما مقایسه کنید، شما با میگیم روحانی، با آقای مشتد شبستری هم میگیم روحانی، به آقای
خامنه ای هم میگیم روحانی، به آقای سیستانی هم میگیم روحانی، پیدا کردن یک وجه مشترک بین اینها خیلی دشواره. اون اتفاقی که الان افتاده اینه که تعریف کارکرد روحانیت سخت شده. یعنی روحانیت چه شغلی هست که انجام نمیده؟ میدونین خیلی برای من جالب بود که چند وقت پیش حوزه علمیه یک بخشنامه یا ابلاغیه منتشر کرده بود مشاقلی که برای روحانیت ممنوعه. مثلا راننده تاکسی نباید بشه چون که شأن روحانیت داره. یعنی از اون طرف گفته بودن مشاقلی که ممنوعه، شما از نظامیگری، از اقتصاد، از فیلم ساختن، از حتی شما در ورزش هم روحانی دارین. یعنی اینقدر روحانیت کارکردش گسترده شده و متکثر شده که ما نمیدونیم این روحانی چه نوع تربیت فکری باید داشته باشه. یعنی اون روحانی که میره تو ورزش، اون روحانی که میره تو مثلا مسائل هسته‌ای نظر میده، اون روحانی که میره تو سینما، اینا که این چیزا در حوزه نمیخونن. توجه میکنید یک حالت سردرگمی و پریشانی هست، هم از نظر فکری، هم از نظر آموزشی و هم از نظر کارکرد اجتماعی. چند وقت پیش مشاور فرهنگی وزارت نفت رفته بود پیش مدیر حوزه قم و مدیر حوزه گفته بود ما راجع به فقه نفت باید کار کنیم. ببینین به عبارت دیگه اگه بخوایم بگیم این رو، فقه تبدیل شده به ایدئولوژی یک نظام توتالیتر. یعنی ما از نظر من جمهوری اسلامی یک نظام به اصطلاح اقتدارگرای انتخاباتیه، یعنی نوعی از نظام های اقتدارگرا که رقابت های درونی رو بهش اجازه میدن، ولی اقتدارگراست و فقه تبدیل شده به ایدئولوژی این نظام. و جالب اینه که روحانیت به قدرت رسیدن به خاطر فقه. یعنی ما حاکم جامعه رو اسمش رو میگیم ولی فقیه، فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه. ولی جالب اینه که مفهوم ولایت فقیه مفهوم به اصطلاح سلف دیستراکتیو، یعنی خود ویرانگره. یعنی اینکه بر اساس تئوری ولایت فقیه یک نفر ولی فقیه داریم که وقتی حرف میزنه در مسائل اجتماعی یا تصمیم میگیره در مسائل اجتماعی سیاسی مسائل عمومی، همه باید از او پیروی کنن، حتی فقهای دیگه. این به چه معناست؟ به این معناست که فقه بی‌معنیه. من برای چی برم فقه بخونم؟ میخوام برم فقه بخونم فقیه بشم؟ بعد فقیه یعنی چی؟ فقیه یعنی کسی که تقلید نمیکنه. ولی در عمل من فقیه بشم بعد از ولی فقیه تقلید کنم؟ یعنی ولایت فقیه یک مفهومی است که بنیان فقه رو برانداخت و فقه رو بی‌معنی کرد. و در نتیجه الان وقتی شما در حوزه میری نمیدونی برای چی اینا رو میخونی. یه سری درسای رو میخونی به این امید که بری یه جا شاغل بشی. یعنی یا میرن تو آموزش پرورش یا میرن تو، بنابراین یک به اصطلاح شکافی وجود داره بین آموزشی که روحانیت داره که این آموزش کاملا بی‌معنیه، کامل نه با دانش روز هماهنگه، نه با شغلی که اونا قراره به عهده بگیرن، از این طرف مشاقلی که دولت تعیین میکنه، یعنی حکومت آقای خامنه‌ای تعیین میکنه که این مشاقل بیان و وارد بشن. در حقیقت یک کادر ایدئولوژیک درست میکنه. فکر میکنین که بسیار هسته این تغییر ماهیت و نقش روحانیت از قبل از انقلاب گذشته شده بود؟ طبیعتا وقتی که تجدد وارد ایران میشه و به طور خاص مشروطه، دو نهاد مهم آموزش و قضاوت از دست روحانیت گرفته میشه، انحصارش. و تجدد در ایران یک ماهیت ضد روحانی داشته از ابتدا، به خاطر اینکه روحانیت در ایران، روی متحده یکی از پژوهشگران مطالعات اسلامی است که یک جمله جالبی داره، میگه که گزاف نیست، مبالغه نیست اگر ایران شناسی رو علما شناسی بنامیم. یعنی اینکه شما نمیتونید تاریخ ایران رو بخونین بدون اینکه جایگاه علما و مناسباتی که بین علما و بقیه طبقات اجتماعی برقرار هست رو مطالعه کنین دربارش. و هر جا تجدد پیشرفت کرد، روحانیت از امتیازهاش و از منافعش کاسته شد و عقب نشینی کرد. یک اتفاق مهم دیگه هم افتاد.
فقط این نبود که انحصار نهاد آموزش از روحانیت گرفته شد، انحصار علم دین هم از روحانیت گرفته شد. ما یه موقع میبینید که شرق شناسا رو داریم که میان راجع به اسلام تحقیق میکنن، روحانیت یه همینه یه آقای مثلا به اسم مثلا مونتگومری وات مثلا این راجع به پیغمبر کتاب می‌نویسه. این یک چیز کاملا غیر عادی بود، کسی که میره سیره ابن هشام میخونه و کسی که میره مغازی واقعی میخونه و کتابای سخت تاریخی عربی کلاسیک میخونه، این یک روحانی باید باشه. و بعد دیدن خارجی ها نمیخونن، این احساسه که مثلا اینا دارن ثروت ما رو دارن غارت میکنن، این علمی که در انحصار ما، گنجی که ما فقط کلید دارش بودیم. از اون طرف به طور طبیعی شما دانشکده معقول و منقول داشتین، خود دانشگاه تهران، دانشکده ادبیاتش یک طبقه دانشگاهی عالم دین درست میشه و بعد کم کم روشنفکران دینی درست میشن. روحانیت انحصار حتی علم دین رو هم از دست میده و بعد ناگهان میبینین که شما یک آدم کتشلواری دارین، لباس روحانی نداره، که تفسیر قرآن هم میکنه مثل آقای بازرگان، امام جماعت هم میشه. میدونین یعنی این نیست که روحانیت میاد کار دیگه میکنه، دیگران هم میان کار روحانیت رو میکنن. حالا شما خیلی جالب این بحث رو مطرح میکنین، میدونین که در کتابتون شما در واقع انقلاب اسلامی رو یه نوع واکنش در مقابل از دست رفتن تمام اون امکانات روحانیت میدونین که مقابله کرده، در واقع به این شکل گفته تنها راه این که حالا روحانیت از بزم روحانیت تنها راه این که جلوی این عقب نشینی روحانیت گرفته بشه اینه که خودمون حاکم بشیم. دقیقاً روحانیت برای بازسازی جایگاه خودش به جای اینکه به یک بازسازی فکری دست بزنه، تصمیم گرفت مسئله رو با قدرت سیاسی حل کنه. یعنی آقای خمینی میبینید که یک خصومت و یک کینه عمیقی در وجودش نسبت به دانشگاهی ها وجود داره، نسبت به غربی ها، غرب زده ها. همین الان هم این نفرت هست. یعنی شما میبینید که این انقلاب فرهنگی تمام نشده، انقلاب سیاسی در ایران تمام شده، ولی انقلاب فرهنگی روز به روز داره به صورت نهادهای متفاوت به اصطلاح و فرمانهای متفاوت و تشکیلات متفاوت داره گسترش پیدا میکنه. روحانیت در حقیقت یکی از اهدافش بعد از انقلاب هم بود که دانشگاه رو نابود کنه و این کارم کرد. یعنی این ایده وحدت حوزه و دانشگاه در عمل به نابودی دانشگاه انجامید و به وضعیت که الان علوم انسانی دارن که آقای خامنه ای به طور صریح میاد میگه این رشته ها نباشه یا مثلا پاکسازی میکنه. آقای خلج، اینها میتونه برنامه های بعد از انقلاب روحانیت باشه، ولی این که بگیم خود انقلاب به واسطه واکنش به تمام این مدرنگرایی بود از طرف روحانیت و با قصد اینکه حکومت به دست بگیره و اینا رو به اصطلاح برعکس بکنه، موقعیت خودش رو تحکیم بکنه، یه خود ثقیله راستش بخوای. یعنی میتونست این اتفاق نیفته، میتونست آقای خمینی رهبری انقلاب به دست نگیره و انقلاب یه مسیر دیگه پیدا بکنه. انقلاب در واقع به طور اونطوری که به اصطلاح تئوریسین های اجتماعی میگن یک واکنش به وضعیت اجتماعی روز جامعه ایران بود و نه لزوما این که با قصد این که ما بریم و انقلاب اسلامی بکنیم و همین کارا رو بکنیم که الان دارم میکنیم. ببینید روحانیت شاید مثلا 6 ماه قبل از انقلاب فکر نمیکرد که انقلاب پیروز هم بشه، بنابراین اینطور نبود که بتونه آینده رو پیش بینی کنه، بگه ما این کارا رو میکنیم. و منتها یک اعتقادی داشت و این اعتقاد این بود که تجدد در ایران باعث شده که جامعه غربی بشه، جامعه غیر مسلمان باشه، اسلام واقعی نداشته باشه. یک کسی مثل سید قطب از جاهلیت قرن بیستم حرف میزد، یعنی معتقد بود که قرن بیستم در عصر جاهلیت داره زندگی میکنه و باید جامعه رو دوباره اسلامی کرد. یعنی اون ایده‌ای که در قرن بیستم در ایران هم به وجود آمده بود این بود که اسلامی کردن جوامع اسلامی، ما از نو باید جامعه رو اسلامی کنیم چون این تجدد اومده فاسد کرده و تباه کرده. منتها قدم به قدم پیش میرفتن، یعنی اینکه به اقتضای تواناییشون میخواستند و اقتضای تواناییشون ادعا میکردن. آقای خمینی
سال 57 با آقای خمینی سال 67 خیلی فرق میکنه طبیعتاً. آقای خمینی 57 به اندازه گلیم خودش حرف میزنه، یعنی میدونه که تا اینجا میتونه بخواد. بنابراین مثلا فرض کن به بازرگان یا به نهضت آزادی با یه سری روشنفکران نیاز داره، اما سال 60 اینقدر اعتماد به نفس داره که دست به کشتارهای وسیع میزنن یا بازداشتهای وسیع میزنن. ببینید آقای خمینی، اون چیزی که آقای خمینی را آقای خمینی میکنه تئوری ولایت فقیه نیست، تئوری مصلحت نظامه. ولایت فقیه میگه که از بین فقها یه نفر که شایستگی داره این بشه ولی فقیه، بسیار خوب. اما مصلحت نظام میگه که در صورت تضاد، یعنی این تئوری آخر اواخر عمرشه، میخوام بگم قدرت چجوری به اصطلاح مطالبات سیاسی رو بیشتر میکنه، میگه در هر گونه تضاد بین قانون اساسی و بین شریعت اسلام و مصلحت نظام، ولی فقیه مصلحت نظام رو مقدم میکنه. این به چه معناست؟ به این معناست که شریعت قانون کشوره تا اطلاع ثانوی، تا اطلاع ثانوی قانون اساسی قانون کشور تا اطلاع ثانوی، یعنی اگر ما میبینیم که قانون عمل میشه به خاطر اینکه رهبر الان میخواد عمل بشه، وگرنه اگر رهبر مصلحت بدونه ندونه عمل نمیشه، اون چون اون مصلحت بدونه نه. این یک اقتدارگرایی وحشتناکی رو به اصطلاح رفت در قانون اساسی و در حقیقت هم قانونیش کرد و هم نهادسازی براش شد و به اقتضای همینجوری که پیش رفتند دامنه اختیارات، دامنه مطالباتشون رو گسترش دادن. الان آقای خامنه ای در مثلا همین حوزه روحانیت کارهایی میتونه بکنه که آقای خمینی نمیتونست بکنه، اصلا آقای خمینی در مخیلش نمیگنجید. الان آقای خامنه ای تمام به اصطلاح ترنوور یا به اصطلاح رد و بدل شدن پولها بین مراجع، بین مقلدین، حسابای بانکی، تمام اینها رو مانیتور میکنه. این چیز در اصلا استقلال هر مرجع انقدر مقدس بود و انقدر دست نیافتنی بود که آقای خمینی اصلا در تصورش نمی گنجید که مثلا ببینیم در جیب فلان مرجع چقدر پول هست. بسیار خوب آقای خلجی، خیلی متشکرم. این بخش اول برنامه رو اینجا تموم میکنیم و اتفاقا بحث راجع به این که وضعیت روحانیان سنتی در حال حاضر به چه شکلیه، حالا با این صحبتی که شما الان تموم کردید که برای همه زیر کنترلند، حالا ببینیم که در قسمت دوم برنامه خواهیم دید که وضعیت روحانیان سنتی به چه شکل. خیلی متشکرم از شما آقای خلجی.